حبيب الله رسول الله حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض تعزیت به مناسبت شهادت اشرف الانبیاء و المرسلین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبر امام مجتبی علیه الصلاة و السلام و شهادت ابی الحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله علیه و امیدوارم به فضل الهی و رعایت و عنایت آقا حضرت بقیت الله مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله علیه طاعت همگی، عبادات، عزاداری ها، خدمت ها همه مورد قبول قرار گرفته باشد. قرآن کریم خطاب به پیغمبر اسلام فرموده است فبما رحمت من الله لنت لهم، یعنی این یک رحمت الهی است یا رسول الله که شما با مردم نرم معامله کردی و نرم معامله میکنی. جای دیگر هم قرآن کریم به مسلمین، به ماها، به اهل دنیا فرموده از این پیغمبر یاد بگیرید، پیغمبر را سرمشق خودتون قرار بدید، کردار پیغمبر، گفتار پیغمبر را سرمشق برای خودتون قرار بدید. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اگر بخوایم ملاحظه کنیم، بررسی کنیم، انسان ناجح، انسان موفق چجور انسانی؟ کی انسان ناجح تو زندگی؟ شخص موفق کیه؟ اگر آخرت را که از بعد از مرگ شروع میشه تا اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اصحاب النار هم فیها خالدون، هر قد بخوایم آخرت را حساب کنیم کل عمر ما در دنیا اگه 100 سالم بشه، 120 سالم بشه، یک از 1,000,000 آخرت نمیشه، 1 از 10,000,000 آخرت نمیشه. آخرت 100,000,000، 120,000,000 سال، هنوز بیشتر، 1,000,000,000 سال، هنوز بیشتر، 1,000,000,000 نمیشه. اما در عین حال ما الان تو همین دنیا هستیم، حالا
100 میلیونم زندگی ماست، چون زندگی ما یک قسمتش تو دنیاست، یه قسمتش تو آخرت. نمیشه گفت یه قسمت کوچکتر تو دنیاست، یه قسمت بزرگتر تو آخرت. آخه 100 میلیونم با 100 میلیون برابر، اسم کوچکتر و بزرگتر مناسبت نداره باهش. بله 10 تا و 20 تا، این 10 تا کمتره، 20 تا بیشتره، 100 تا و 1000 تا، 100 تا کمتره، 1000 تا بزرگتره. اما یک کسی میاد به یه میلیونر میگه آقا من پولم کمتر از پول توست، میگه چقدر داری؟ میگه یه دونه تک تومن دارم. چرا میخندن از این حرف؟ چون باید کمتر و بیشتر یه قابل مقایسه باشه. دنیا کمتر آخرت نیست، هیچ مقابل آخرت. وقتی که از 1 میلیارد برابرش باز بیشتر باشه. اما هر چی هست تو همین کوچیک هست، تو همین 1 میلیاردمه، تو همین 1 میلیارد کمترمه. حبیب ابن مظاهر اینجا حبیب ابن مظاهر شد، تو همین دنیا. شمرم که 10 سال 20 سال شاید بیشتر رفیق حبیب ابن مظاهر بود، تو همین دنیا شمر شد. فرد ناجح کیه؟ فرد موفق، حالا دنیاش هم که حساب کنه، همینی که هیچه. اگر بخوایم در تاریخ یه بررسی مختصر بکنیم، هر کسی از این جوانهای عزیز در حد خودش، اونی که مدرسه میره، اونی که دانشگاه میره، اونی که کاسبه، اونی که زن و بچه داره، اونی که ازدواج نکرده، اونی که فقیره، اونی که داراست، هر کسی در حد درک خودش بخواد بررسی کنه شخص موفق کیه. از هر نظر بررسی کنیم، موفق ترین موفق ها، سعادتمند ترین سعادتمند ها، ناجح ترین ناجح ها، پیغمبر و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هست. یک کتابیه یه مسیحی نوشته قبل 30 سال 40 سال، احوالات 100 نفر از شخصیات جهان را جمع کرد، بدون نظر به دین این شخصیات و بدون نظر به عقایدشون، در نظر خودش 100 تا شخصیت رو جمع کرده. من ترجمه عربیش را شاید 30 سال قبل دیدم. اسم اون ترجمه بود المئت الاوائل، 100 برجسته. این من جمله اسم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را یکی از اون 100 ذکر کرده، من جمله اسم حضرت مسیح علی نبینا و آله علیه الصلاه و السلام را ذکر کرد. هر کدومی هم یکی 2 صفحه راجع بهشون نوشته و در مقدمه کتاب نوشته. من این شمار بندی را حسب شخصیت اینها آوردم، یعنی اونی که شماره قبل گذاشتم به نظر من مهمتر از اونی که شماره بعد گذاشتم، حسب تاریخ زمانشون نگذاشتم، حسب اهمیت شخصیت گذاشتم. و نام مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را قبل از نام حضرت مسیح گذاشته. تو مقدمش میگه چرا من این کارو کردم، من که عقیده ندارم به نبوت
پیغمبر اسلام. من یه مسلمان نیستم و یه مسیحی هستم، اما در عین حال وجدانم مرا وادار کرد که نام پیغمبر اسلام را مقدم بر نام حضرت مسیح بذارم، برای اینکه اون موفقیت و نجاحی که پیغمبر اسلام دوش اون از نظر دنیا فقط بررسی میکنه، با اینکه اون خیال میکنه که مسیحی ها اتباع حضرت مسیح بیش از مسلمین هستن، اما میگه اون موفقیتی که پیغمبر اسلام دوش، اون موفقیت را حضرت مسیح ندوش پیدا نکرد. حتی مسیحیه اینجوری پیغمبر را موفق تر از حضرت مسیح منویسه و اعلام میکنه. سر نجاح پیغمبر اسلام چی بود؟ یک جهتش را که قرآن کریم مکرر این را ذکر فرموده عرض میکنم، برای اینکه جای دیگه فرموده از این پیغمبر یاد بگیرید، یاد بگیریم از پیغمبر. فرموده این پیغمبر پیغمبر نرمه، این پیغمبر خشن نیست، این پیغمبر تشر بزن نی. وقتی که شوهره به زنش تشر نمیزنه، حتی بعد از حضرت خدیجه، زوجاتی پیغمبر داشتن که قرآن کریم تند با اونها برخورد کرده، ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما. تحت تفسیر این صغت قلوبکما ببینید مفسرین خاص و عامه چی نوشتن، اما یه جا پیدا نمی کنید پیغمبر خدا در برخورد خشن زوجه با پیغمبر، پیغمبر جواب خشن داده باشه. برخورد پیغمبر خدا به عنوان یک پدر با فرزندی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، که این اصلا عقل ماها نمیرسه بهش، اصلا نباید وارد این وادی بشیم، یه وادی از عقل همه ماها، از شما معذرت نمیخوام، از عقل همه ماها بلندتره. پیغمبر خدا به عنوان یک فرمانده کل قوا، به عنوان یک کسی که با اشاره چشم جنگ را به پا می کند و با اشاره چشم جنگ را خاموش می کند، تشر نمی زدن، تنده نمی کردن. سر نجاح پیغمبر و موفقیت پیغمبر، یکی از اسرار، یکیش که ماها خوب یاد بگیریم، این بود در تمام ابعاد پیغمبر یه بشر بودن، قوه غضب داشتن، بلکه قوه غضب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از قوه غضب همه ماها بیشتر بود. روایت داره از نظر نیروی بدنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خدا نیروی 40 مرد قوی بهشون داده بود. اعصاب پیغمبر اعصاب قویی بود، غضب پیغمبر غضب قویی بود، بدن پیغمبر بدن قویی بود. وقتی که اینا قویه دیگه، اون نیروی غضب هم قویه دیگه. من درخواست میکنم از این مخصوصا جوانهای عزیز بخونید قصه های پیغمبر. کحل البصر کتاب مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، کتاب مختصره، خیلی مختصره، در راجع به پیغمبر خدا گلچین کرده. اینو بردارید ببینید،
لأول مرة في تاريخ العالم كتاب مرحوم أخوي على الله درجاته. این کتاب مختصریه. حالا مفصلا اونایی که حالش دارن میتونن مثل بحار، جلدای بحار، تقریبا 10 جلد حول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینا رو گاهی بردارید بخونید. در تمام ابعاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نرم بودن و لهذا پیغمبر خدا دشمن را، دشمن سخت را، دشمنیش را کم کردن. بعدش یه مرحله یه مرحله مبدلش به دوست کردن، دوست را دوستتر کردن، نزدیکتر کردن. هیچ وقت تندی کسی رو نزدیک نمیکنه. بله یه جاهای تندی ضرورت داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شمشیر امیرالمؤمنین هم در اختیارشون بود. اما برای چی؟ برای اینکه کسی که میخواد شمشیر بزنه بکشه تسلیم کشتن نشه. در همین حد. نبیشتر. چون صحیح نیست انسان تن به کشتن بده. یه ظالمی میخواد ظلم کنه به انسان، انسان تن به ظلم بده. اما به مجردی که شمشیر تموم میشد، یعنی شمشیر میمد دست پیغمبر، برمیگردوندن به طرف. از پیغمبر به عنوان یک شوهر یاد بگیریم، به عنوان یک پدر یاد بگیریم، به عنوان یک رئیس، یه شخصی، یک کارخونه در اختیارشه، رئیس کارخونه 10 تا 20 تا کارمند کارگر داره. از پیغمبر یاد بگیریم. بخوایم ناجح باشیم، بخوایم موفق باشیم، از پیغمبر خدا یاد بگیریم. سخت ترین تهمت‌ها را تو وسائل روایت داره کسی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله زد. در وقت ریاست پیغمبر خدا، در وقت ریاستشون، در وقت حکومتشون که همه کار میتونستن بکنن. روایت امام باقر علیه السلام در وسائل، پیغمبر خدا در جوابش با نرمی فرمودن نه من این کارو نکردم. همین؟ همین. خلاص شد؟ خلاص شد. سر نجاح پیغمبر مال همینه. یعنی یکی از جهاتش. آدم اگه تصمیم گرفت نرم باشه، نرم برخورد باشه، یه قدری موفق میشه. وقت انفلاتاش، خطاهاش کمتر میشه. هر کسی که غضب میکنه، عصبانی میشه، در وقت عصبانیت تصمیمی میگیره یا حرفی میزنه، اگر نگیم بیش از 90%، 90% بعد پشیمون میشه. خود چرا از اول تصمیم بگیره نکنه اینجور؟ خود شما، شما جوانای عزیز تجربه کنید، یه ماهو تجربه کنید. این ماه ربیع الاول که میاد بنویسید، یه قلم و کاغذ بنویسید، ببینید چند جا عصبانی شدید و بعد پشیمون نشدید. 10% میشه یا کمتر 10% که پشیمون نشدید؟ اونی که پشیمون میشید بیش از 90% هست یا نیست؟ روایت داره الغضب مسحة من الجنون لأن صاحبه یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. این غضب خطر
عامه ها. البته استثناء داره ها، اما استثناست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در مکه مکرمه اعلان نبوت کرد، نه کسی رو کتک زدن، نه کسی رو فحش دادن، نه کسی رو بد گفتن. اهل مکه قوم خشای پیغمبر بودن، بسیارشون، بسیارشون که قوم خشای پیغمبر نبودن. 40 سال پیغمبر در میون اینا بزرگ شده بودن، تمام علاقه منده به پیغمبر بودن بدون استثناء. یه نفر تو کل مکه مکرمه بود که همه به این لقب میشناختنش، الصادق الامین، هم راستگو هم امینه. یه نفر بود این الصادق الامین، دعوت به اسلام فرمود، ضد پیغمبر شد، اوقاتشون تلخ شد، بد گفتن، زدن، مسخره کردن. بعدم منجر شد به اینکه پیغمبر خدا به شعب ابی طالب رفتن، 3 سال 4 سال گرسنگی، آفتاب، گرما، سرما، تو صحرا پشت مکه. بعدم وارد مکه شدن، باز خواستن پیغمبر خدا را بکشن، تصمیم گرفتن. پیغمبر خدا به امر خدا فرار کردن، آمدن مدینه منوره، تعقیب کردن پیغمبر خدا را، پیدا نکردن که بکشن پیغمبر را. آمدن مدینه، یه عده از اهل مکه فرار کردن، اومدن خدمت پیغمبر خدا، یا عده از اهل مدینه ایمان آوردن، حکومت تشکیل دادن. اهل مکه 500 کیلومتر بیشتر کمتر هی اومدن جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب و جنگ حنین، و مشرکین، یهودیا، منافقین داخل جنگ افروزی کردن، جنگ با پیغمبر کردن، اموال پیغمبر و اصحابشون تو مکه مصادره کردن، خونه پیغمبر که ملکشون بود، ملک آبا اجدادیشون بود، فروختن، پولشو تو ربا گذاشتن، اصحاب پیغمبر رو کشتن، خیشان پیغمبر رو کشتن، عموزاده های پیغمبر رو کشتن، عموی پیغمبر رو کشتن. 20 سال 21 سال همه جور بلا و مصیبت سر پیغمبر و اصحابشون آوردن. حالا پیغمبر برگشتن مکه، تاریخ و زیر و رو کنه، انسان اینجور لین نمیبینه. اومدن مکه، جیش، ارتش در اختیار دارن پیغمبر خدا، شمشیرها در اختیار پیغمبر خداست، خود پیغمبر خدا یه مرد قویین، شمشیر دستشونه، شمشیر دارن، مسلحن، خودشون زره پوشیدن، خود پیغمبر خدا. اهل مکه دیدن تمام شد تکلیفشون، چون نمیدونستن این فبما رحمت من الله لنت لهم، اینا نمیدونستن. رفتن تو خونه ها قایم شدن، فرار کردن. یه نفر از مسلمان ها بیچاره خیال میکرد پیغمبرم وضعشون وضع رؤسا و زعمای حکومات دیگه است، پیغمبر تشرن، پیغمبر جنگن. نه، پیغمبر پیغمبر لینن، پیغمبر نرمی هستن. قرآن کلمه لین، نرمی را استفاده فرموده. فریاد زد امروز روز ملحمه است. تا حالا تو بعضی از کشورهای عربی به اینایی که گوشت میفروشن قصابا میگن، مینویسن ملحمه،
یعنی گوشت، گوشت کشته، گوشت مذبوح. یعنی امروز مکه همش میشه قصابی، همش میشه ملحمه. الیوم یوم الملحمه. پیغمبر خدا شنیدن فرمودن، به اون ساکتش کردن، به امیر المؤمنین فرمودن فریاد بزن الیوم یوم المرحمه، امروز روزیه که من رحم اسلامو نشون بدم. همینا تو مکه صدها و صدها ازشون دستهاشون آغشته به خون مسلمین بود، اموال مسلمین رو برده بودن، مصادره کرده بودن. بود همونی که خونه پیغمبر اومد فروخت و پولش قرض ربا داد، بودش همونجا. شکنجه کرده بودن، مصادره کرده بودن، کشته بودن، اذیت کرده بودن، در به در کرده بودن. پیغمبر خدا میدونید چیکار کردن اینا؟ حالا اینا رو میکشتن، اینا ظالم، آدمای بد، میکشتن، جهنم میرفتن. خوب بود. پیغمبر خدا میخوان حتی ظالم بیاد به صفه مظلوم، حتی ظالم دست بکشه، حتی فاسق دست بکشه، عوض بشه. همونا اومدن اظهار اسلام کردن. حالا یه عدهشون دروغ بود، اما یه عدهشون هم راست بود، یه عدهشون هم درست بود. بشر وجدان داره، این رحم پیغمبر وجدانهای اینا رو تکون داد. همون لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود که جنگ افروزا بودن، همونو در کافی روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن زمان خود پیغمبر تو مدینه همه یهودیا اومدن مسلمان شدن. و ما کان سبب و اسلام عامت الیهود، عامت الیهود، اقشار مختلفشون. اسلام یعنی این، اسلام شناس اصلی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشن، اینجوری اسلامو معرفی کردن، اینجوری عمل کردن. از این پیغمبر خدا سعی کنیم یاد بگیریم. پیغمبر خدا از قعر جهنم افرادو میکشیدن بیرون، یعنی اگه میمرد میرفت قعر جهنم، میکشیدن بیرون، میبردنش صدر بهشت. این اسمش تربیت، نه عقوبت. همونی که مستحق عقوبته چه بسا قابلیت تربیت داشته باشه. البته یه خورده تحمل میخواد، یه خورده صبر میخواد، یه خورده حوصله میخواد. این خودکشیایی که متاسفانه، اگه هزار بار بگیم متاسفانه، هنوز کمه. تو کشورهای اسلامی باب شده. این از کجا اومده؟ این مال اسلام نیست. چرا یه جوان خودکشی میکنه؟ این جوان ممکنه یه عضو نافع برای جامعه بشه. دلیلش هر چیه؟ مسئله فقره، مسئله اخلاقیه، مسئله غضبه، مسئله اوقات تلخیه، هر چیه غلطه. اینا تربیت نیست متاسفانه، متاسفانه. اینا درست میشه تو یک شهر که از شهرهای بزرگم نیست، تو یک کشور اسلامی، جهات رسمی اعلام میکنن در یه ماه زنهای جوانی که خودکشی کردن 25 تا دونن تو یه شهر. این مال پیغمبر اسلام نی، این مال قرآن نیست، این ریشش توی اسلام نی.
فبما رحمت من الله لنت لهم کنار رفته ای پیدا شده. این طلاقایی که میشه، حالا تقصیر شوهره یا تقصیر پدر و مادرش یا تقصیر زنه یا تقصیر پدر و مادرش، هر کی، تقصیر هر کی. چرا؟ این اگه اسوتون حسنه باشن پیغمبر خدا نمیشه اینا؟ روز به روز داره بالا میره. قیمت ها گرون میشه، طلاق هم زیاد میشه، خودکشی هم زیاد میشه، تیمارستانی هم زیاد میشه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بیارن تو جامعه های مسلمین، مسلمین دنیا هر جا، میبینن اینه که گفتن، اینه که خودشون عمل کردشون بوده. یه خورده سعی کنیم امروز روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم بگیریم، یاد بگیریم از پیغمبر خدا، بنا بذاریم، عزم کنیم یه خورده خودمونو مثل پیغمبر خدا بکنیم. یه خورده، یه در صدی، یه در هزاری، یه در میلیونی، بنا بذاریم، بنا بذاریم. اگه زن یه چیز تندی گفت زود جواب ندیم. خانوما بنا بذارن اگه شوهر از بیرون اومده اعصابش خورده تندی کرد زود جواب ندن، زود عکس العمل نشون ندن. پدرها در مقام تربیت فرزندا باشن نه در مقام عقوبت. جوانای عزیز در مقام احترام پدر و مادر باشن. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رو تصمیم بگیرم عملی کنه، یه عمر خوب زندگی میکنید. خوب نه معناش این دنیا بهشت نیست، بهشتم نمیشه، اما اون سعادت روح، سعادت نفس، اون وقتی که انسان شب میخواد بخوابه دغدغه‌ای نداره، ناراحتی نداره، نه ناراحتی نداره، سرش درد نمیکنه، دندونش درد نمیکنه، بدن معرض واسه مشکلات هست کم و زیاد، اما یه چیزی که سبب بشه که هرچی دوام بخوره نذاره بخوابه از ناراحتی، اونو پیدا نمیکنه. این مال یاد گرفتن از پیغمبر خداست. پیغمبر خدا رسول هستن، نبی هستن، ماها امتشون هستیم انشاءالله. سعی کنیم یاد بگیریم ازشون. من اینجا بعد از محرم و صفر هم سه تا پیشنهاد همیشه را عرض میکنم. این دو ماه که حالا امشب و فردا هم مناسبت شهادت آقا حضرت رضا علیه الصلاة و السلام، جز به همین دو ماه عزاداری کردید، زحمت کشیدید، خدمت کردید، همش تو کیستونه. هر کی بیشتر کرد، هر کی بیشتر زحمت کشید، هر کی بیشتر واسطه شد، هر کی بیشتر عزاداری کرد، اینا اجرش بیشتره، دنیاش هم بهتره. چون آقا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه تو دنیا عنایت میکنن قبل از آخرت، گذشته از آخرت که مسلم عنایت میکنن. هر کی تو این دو ماه هرچی رنج دید، خستگی دید، مشکلات دید، تحمل کرد، هر که بیشتر فایدش برای خودش بیشتر بوده و خواهد موند براش. یک، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. سعی کنید هر کدوم دارید ادامه بدید، هر کدوم ندارید در افراح اهل بیت و احزان اهل بیت از اول ماه ربیع الاول تا آخر ماه ذی الحجه که میاد تو خونتون
مظاهر فرح در افراح اهل بیت، مظاهر حزن در احزان اهل بیت قرار بدید. افراح اهل بیت میشه، به بچه هاتون یه غذای اگه میتونید بهتری بدید، یه چراغونی تو اتاقتون تو خونتون بکنید، بچه هاتون بفهمن امروز روز فرح اهل بیت، روز احزان که میشه چراغ اهل بیت را روشن کنید، روزهی بذارید، مصیبتی باشه مفصل میتونید مفصل، مختصر مختصر، هر کسی در حد خودش سعی کنید. خونتون، عائلتون، عائلتون، اونایی که تو خونه هستن، اونایی که رفت اومد تو اون خونه میکنن، بیمه کنید. بیمه این 1 میلیاردم که دنیاست و بیش از میلیارد ها برابرش که آخرت. 2، مسئله خدمات اجتماعیه، یه مسئله بسیار مفصل اما خیلی کوتاه رد میشه. مسئله ازدواج جوان هاست، پسر و دختر. شما خیال نکنید آقا حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف، امام عصر ما، امام زمان ما، آقا و سرور همه ما، از این وضع خوشحال هستن؟ یقینا ناراحته. به مؤمنین، مؤمنات، جوانها، نمیدونم آدم بگه تو هر شهری هزارها و ده ها هزار، تو کشور میلیونها جوانها چرا بیزنن؟ دخترها چرا بی شوهرن؟ چرا یه عده میمونن تا سالهای بالا دختر و پسر ازدواج نمیتونن بکنن؟ این سفارش مکرر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. سعی کنی مسئله مسئله مفصلیه، مشکله مشکله یک چیزه و اون اینه، هر پسری دلش میخواد ازدواج کنه، هر دختری دلش میخواد ازدواج کنه، هر پدر و مادری میخواد پسرش دخترش زودتر ازدواج کنن، سعادتمند باشن، به قول معروف تو خونه بخت برن میخوان. اما یه مشکله، همونی که قرآن اسمشو اسر و اغلال گذاشته، این زنجیرهای اجتماعی دست و پای پسرها رو بسته، دست و پای دخترها رو بسته، دست و پای پدر و مادرها رو بسته. پسر باید کارمند باشه، باید پول داشته باشه، باید ماشین داشته باشه، باید خونه داشته باشه، چه چه چه، و الا ازدواج نمیتونه بکنه. خب چه کار میکنه؟ نعوذ بالله، یا به فساد کشیده میشه که میشنوید میبینید. اگرم فرزند یک جوانی خیلی قدرتمند باشه، خودداری کنه، ناخوش میشه، راه سیام هم نداره، خدا قرار نداده راه سیام، خدا خودش این غریزه جنسی را قرار داده با مصلحتی که خودش میدانه، راه سیام نداره، یا فاسد میشه یا مریض میشه. همین دیروز یه جوان مؤمن متدین اومد پیش من نشست، گفت من یه حرف خصوصی بهت دارم. گفتم بگو. یه خورده آب دهنشو قد داد، گفت من زن ندارم، اجازه میدی حروم بکنم؟ حالا تو 1 میلیون یک چه میاد سوال میکن؟ خوبه این گردن کیه؟ گردن هممونه. مسئله کار یه نفر نیست، کار یه قشر نیست، وظیفه همه است، وظیفه است. یه کاری که میشه ساده انجام داد، همین آقایونو که اینجا تشریف دارید، حتی جوانهای عزیز، همونهایی که زنم ندارن، تو هر فامیلی، تو هر محلی، تو هر شهری، تو هر دهی، تو هر اجتماعی، تو دانشگاه هستید، توی بازار هستید، توی مدرسه طلبگی هستید، تو مدرسه اکادمی هستید،
دو سه تا با هم بشن لجنت الزواج درست کنن. لجنت الزواج نه فقط یعنی پول جمع کنن کمک کنن، این جزءشه، چون پول میخواد یک قدر. به نتیجه افراد این قدرت رو ندارن که این زنجیرها رو پاره کنن، ازشون نمیاد. منم اونو حالا عرض نمی کنم خدمت شما. چه عقدی مبارکتر از عقدی باشه که پیغمبر خدا صیغه عقد را بخونه؟ میدونید پیغمبر خدا چجوری صیغه عقد میخوندن؟ روایت داره، ببینید مستدرک الوسائل، هر دوتاشو که عرض میکنم تو مستدرک الوسائل داره. یه پسر و یه دختر از اصحاب پیغمبر، این شوهر نداشت اونم زن نداشت، بنشد ازدواج کنن. پیغمبر خدا به پسر گفتن چی داری مهر بدی به دختره؟ گفت یا رسول الله یه دونه خاتم من حدید، یه حلقه آهنی. حلقه آهنی میده یعنی چی؟ یعنی اینقدر 10 سانتیمتر 8 سانتیمتر سیم تاش کرد. پیغمبر خدا عقد ازدواج را خوندن، مهریه یه خاتم من حدید. اگه اسلام اینه، اگه اسلام شناسه که پیغمبر اسلام اینه، اگه چیز دیگه هم هست، چیز دیگه هست. بعد مدتی یا قبل این قصه، شاید بعدش بوده، یه پسر و دختر بنا شد ازدواج کنن از اصحاب پیغمبر. پیغمبر خدا به پسر گفتن چی داری؟ گفت هیچ، همون خاتم حدیدم نداشت. فرمودم برو یه چیزی پیدا کن، ازدواج میکنی یه مهریه، یه چیزی بده زنت بده. رفت برگشت، یک ساعت هم بی عرضه، کم عرضه است. خود چیکار کنه؟ کم عرضه نباید ازدواج کنه؟ چیکار کنه کم عرضه که ازدواج نکنه؟ فاسد بشه؟ یه عدرم فاسد کنه، اون بهتره؟ یا مریض بشه، مریضای سخت صعب العلاج بگیره، باز رو دست اجتماع بیافته. گشت اومد گفت چیز رسول الله هیچی پیدا نکرد. بی عرضه باید بیمیره تو جامعه اسلامی؟ نه. بی عرضه باید بی زن باشه؟ نه، این منطقه پیغمبر نیست. پیغمبر خدا فرمودن چی بلدی از این سوره های قرآن که این زنت بلد نیست، یعنی که میخواد زنت بشه؟ پیغمبر عقد ازدواج خوندن، مهریه، دوست از این سوره هایی که بلده، مهریه رو این قرار دادن. اگه پیغمبر اسلام اینن، اگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، از یاد بگیرید ازش اینه. اگه قرآن اینه، اینا تربیته. حالا این کارو شما نمیتونید بکنید، منم عرض نمیکنم شما این کارو بکنید. جامعه اونقدر زنجیراش محکمه، اینقدر محکمش کردن که بخواییت هم نمیتونید بکنید. هر پسری که هیچی نداره دلش میخواد اینجوری دختر قبول کنه، ازدواج کنه. دخترم به زبونش نمیگه، اما اونم مانعی نداره، اما نمیتونه بگه. میگن ها زنجیره، اغلال. قرآن اسمشو اغلال گذاشته، زنجیرهای جامعه اجتماعه. لجنت الزواج درست بشه، یه جزءش، چون اینجوری که نیست با یه خاتم من حدید به ما معک من القرآن بشه. یه جزءش پوله، آدم قدر پول جمع بکنه. هر کسی تو هر جایی، تو محلتون، تو شهرتون، لجنت الزواج درست کنید. تو دانشگاهی لجنت ازدواج درست کنید. یه جزءشه. یه جزء مهمترش اینه پسری که زن نداره بهش بگید تو چرا زن نمیگیری؟ چیه مشکل؟ میگه من فلان دختر رو میخوام. برید ببینید اون دختر حاضرن بهش بدن یا نه، خود دختر حاضره یا نه. اگه به هم میخورن، مناسب هم هستن، واسطه بشید. پدره قبول نمیکنه، با
باش صحبت کنید، مادر قبول نمیکنه، زنا برن باش صحبت کنن، این مشکلی داره، خونه نداره مثلا، فرض کنید به فکر این بشید، کار نداره، کار پیدا بکنه، رواج بدید، را بندازید. یک اقیانوسیه دارن میلیون ها توش غرق میشن، شما یه عدشو بکش بیرون، یه عدشو نجات بده. هر کدومتون این همتو میتونید بکنید، این یک وظیفه است، نگهداری جامعه وظیفه است. اقیم الدین، کاری کنید که دین قائم باشه، دین برپا باشه. انشاءالله سال آینده همچین وقتی که میشه، هر کدومی از شما به دستتون ده ها و صد ها سبب شده باشید ازدواج تحقق پیدا کرده باشه. سیومش هم مسئله صندوقای قرض الحسنه کوچیکه، تشکیل بدید تو محیط عائلتون، یه خورده بزرگتر محیط عشیرتون، هر کدوم هر قد همتون هست. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یک لجنة الزواج، دو صندوق قرض الحسنه، سه یقیناً انجام بدید، از صفر شروع کنید، خدا کمک میکنه، دنیا و آخرت براتون خوبه. همین کارهای خیر روایت داره، قرآن کریم اشاره فرموده، دست اندازهای زندگی را از انسان بر میداره. گاهی یک کار خیر کوچک امروز آدم میکنه، یه تصادفه که منجر به تلف مغز میشه، از پیش پاش بر میداره، کنارش میزنه، یه لقمه نون داد بچهشو، خدا از دهان گرگ نجات داد، بهش گفتن لقمتون به لقمه، یه لقمه نون عوضش یه لقمه بهش دادن. خدا اونی که عوض میده اینقدر فرق داره، یه لقمه نون به یه دونه اجلکم الله سگ گرسنه داد، خدا بچهش را این لقمه را از دهن گرگ نجات داد. خدا اینجوری جبران میکنه. اگه برای دنیامون هم حس بکنیم، دنیا و آخرت داره. این سه تا مسئله، چهارم مسئله عراقه. خیلی از شماها یا ولادتتون در عراقه، یا اهل عراق هم بودید، ولادتون جای دیگه بوده، اون بزرگ سالها رفتن مدتهای عراق بود. عراق به عنوان عراق برای ما خصوصیتی نداره، فقط یک مسئله مهمه و اون عراق کشور اهل بیت، عراق کشور امیر المؤمنین، مزار امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نجف اشرف عراق. مأموریم ماها در سال اقلن سه تا زیارتی مخصوص آقا امیر المؤمنین علیه السلام دارن، روز میلاد پیغمبر خدا که 17 ربیع الاوله، مبعث پیغمبر خدا 27 رجب و غدیر 18 ذی‌الحج. اگر روز شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله همچی روزی را هم حساب کنیم میشه 4. عراق، عراق امام حسینه، مرکز امام حسین علیه السلام، شهر مقدس کربلا. عراق، عراق امام موسی بن جعفر، امام جواد در کاظمیه، عراق امام هادی است، امام عسکری است علیهم الصلاة والسلام. عراق، عراق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تنها مزاری که در روایات مکرر وارد شده از خود معصومین علیهم الصلاة والسلام، بالخصوص زیارت آقا حضرت بقیت الله در سامر راس، مزار امام زمان اونجاست. این عراق یک مسئله مهم نسبت بهش هست. این عراق را 1400 سال قبل تقریبا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه تشکیل حکومت درش دادن، حکومت جهانی، اما اینجا تشکیل دادن در کوفه.
در آینده که امیدواریم به فضل الهی نزدیک باشه ظهور حضرت، آقا حضرت بقیت الله صلوات الله علیه حکومت جهانیشون را که تشکیل میدن، اونم تو کوفه است مرکزش، اونم تو عراق. 1400 سال قبل یه حکومتی تشکیل دادن آقا امیرالمؤمنین در عراق که تا به امروز رو کره زمین هیچ کشوری پیشرفتی که آقا امیرالمؤمنین به دنیا نشون دادن 1400 سال قبل، هیچ کشوری امروز ادعاشو نداره. هیچ کشوری. همینجا پیش من مدتی قبل یه عده از مرتبطین به حکومت عراق اومدن، یکیشون هم معرفی کردن، گفتن این مسئول سازمان ملله. من به همونا گفتم که علی ابن ابی طالب 1400 سال قبل اینجا یه حکومتی تشکیل داد، یه نمونهایی به دنیا عملا نشون داد که امروز رو کره زمین هنوز نظیر نداره. چند تا نمونش هم ذکر کردم براش. گفتم مهمترین مسئله برای حکومت آینده عراق اینه که دستور العمل حکومت امیرالمؤمنین را جلوشون بذارن، بند بند، ماده ماده اینها را تطبیق بکنن برای سعادت عراق و سعادت دول مجاوره عراق و سعادت دنیا خورده خورده. اینها یک کارهایی است که وظیفه همه ماست و هر کسی در حد خودش میتوانه انجام وظیفه کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.